سلام خیلی خوش اومدید به مستر دکو حالتون چطوره پویا نازگل که امروز تولدش هم هست بچه‌ها امروز تولد نازگل خواستیم تولد نازگل رو از اینجا بهش تبریک بگیم ابدی عزیز و بریم درباره قطب شمال قسمت هفتم صحبت کنیم ببینیم که آقای محمودی یک تا چه کرده در این قسمت سلام به همه شما دوستای قشنگم هم و همه کسایی که ما رو دنبال میکنم مرسی مهدی جان به خاطر تبریک قشنگت من چندین بار خوشبختانه افتخار این داشتم که در روزهای تولدم در مستر دکو بودم یه زمان زمان زخم کاری هم تولدم بود باز باز, باز با مستر دکو بودیم الان هم همینطور البته که حقم نبود در روز تولدم یه سریال مزخرف بشیم راجع به صحبت کنیم ولی دیگه خب چیکار کنیم دیگه پیش میاد خوز به شما آل برعکس جنگل آساد که دیروز راجع صحبت کردیم که چفت و بسته داستانی اصلا نداره بازیگراش خوبن اینجا برعکسه اینجا داستانه توانایی و پتانسیل این که تبدیل به یک کار خیلی خوب بشه رو داره ولی متاسفانه بازیگرا نمیتونن از پسش بر بیان یعنی ما بیس اولی سریال رو داشتیم و آقای فرزاد فرزین من از شما تعریف کردم به خدا ولی تو رو قرآن یکی بیاد کمک کنه این بنده خدا درست وایسته و درست راه بره برادر خیلی خیلی تو این مسئله ضعیفید حالا شما مانکن رو خیلی خوب بازی کرده بودی و حتی یکتای ملک گدایانم گدایانم به نظرم خوب بود اون وکیل یکتا بود اگه اشتباه شده ولی اینجا قسمت اول دوم من تذیرفتم شما رو به عنوان بازیگر گفتم خیلی خوب بودی ولی الان واقعا باید رو پس بگیرم هر چی داره میره جلو داره بدتر میشه و مسئله دیگه هم که میخوام راجع به صحبت بکنم که امروز خیلی منو عصبانی کرد ببین من داشتم با داستان عاشقانه کنار میومدم و رابطه نازنین بیاتی و فرزاد فرزینش هم میپذیرفتم تو عطف ماجرا که داره دیالوگ میگه کاش آقای علی فرمین راجع به صحبت نکنه خیلی بد بود آخه یه سکانس بدتر نشونش میدادید یعنی هیچکس نبود بگه این جای بدی این تبلیغ رو داریم پلی میکنه اما اینکه اساسا وقتی شما دارین هزینه از مخاطب دریافت میکنین اجازه ندارید وسط سریال به ما تبلیغ نشون بدین به اندازه کافی گوشه و کنار دارین توی تصاویر مختلف انقدر انقدر آرم اسپانسراتون رو میکنین تو چشمون دیگه وسط سریال تبلیغ ها رو نزاین آقا یا بپذیرید دادم ها برن از محواره ها و از شبکه های تلگرامی به صورت غیرقانونی نگاه کنن سریالی که دارید بیسازید رو خیلی متشکرم از لطفت و بازم دوباره تولد مبارک بچه من قبلش یه چیزی بهتون بگم میگه که چیزی که به گندت نمکش میزنند وای به روزی که به نمک استاد سینجان وقتی که شما یک چهار تا فیلم ببینی به بازیگرایی که اعتقاد داری بهشون به شهاب حسین اعتقاد داری حوزه نقاشی رو بازی کرد فیلم آیم سام و فیلم های خارجی میره نقد میکنی آیم سام شما حتی بلد نیستی با واکر را بری بعد واکر رو ول میکنی بعد محمودی یکتا به خاطر اینکه شما استادی جرأت نمیکنه هیچی بهتون بگه مگه می نقد میکنه من نمیدونستم بله. نقد هم نقد هم میکنن خب اوه. و من بهشون پیشنهاد میکنم برن یه ریویو در چهل سال تدریس بازیگریشون بکنن که آینده بازیگرای ما حداقل فنا نشه و اون کسایی که میان ما رو مورد حجمه قرار میدن میگن استاد محمد سینجان چرا شما زیر سوال میبرید همین یک نمونه یه بارز نشون میده که ما دچار یک ضعف در بازیگریمون هستیم چون ممثال همچین آدمایی میشن استادهای بازیگریمون که فرزاد فرزین در پای یه قبر با زمانی که با خانم نازنین بیاتی داره صحبت میکنه میمی که صورتش هیچ فرقی نداره خیلی ممنونم سلام به همه مستر دکویه عزیز نازگل جان، عبدی جان، مهدی جان و همه اونهایی که ما رو تماشا میکنن تولد نازگل جانم تبریک بهش میگم خیلی خوشحالم که توی این روز باهاتون هستم و اینکه بیایم در مورد قطب شمال قسمت هفت صحبت کنیم ببینید من این سریال رو واقعا فقط دنبال میکنم فقط دنبال میکنم نگاه نمیکنم این یکی از ماجراهایی که واقعا توی این قضیه هست و اینکه در مورد بازی فرزاد فرزین من با اینکه شاید بگم فرزاد فرزین یکی از سه چهارتایی هستش که توی کتگوری خواننده های محبوب من وجود داره واقعا تو پلی لیست من هست جز سه چهار تای اولم از فرزاد فرزین ولی آقا بازیگری دیگه نکن دیگه تو رو خدا اینجوری نکن با ما میدونی چرا مثلا یکی از سکانس هایی که من یادم میاد اون که توی قهوه خونه نشسته و داره اون پسر اون اسمش بهرام بود چی چی بود اون پسر داوود که بعدن گفتن آره بهرام بود بعد نشسته اینجوری نگاه میکنه آقا توی قهوه خونه جنوب شهر اگه این کارو رو بکنی میگیرن اینجوری از وسط نباید این کارو رو بکنی خب آخه بعد همه نگاه های توی دوربین اگزجره است همش اگزجره است یه جورایی اصلا آدم نمیتونه درکش بکنه این قضیه رو بعدش هم که آقای آرشام چرا میاد هر چیزی رو که میبینه میخواد بخره آسایشگاه سالمندان چند هزار متری رو میخره نه فقط مونده تو مریخ بره یه چیزی بخره نمیدونم واقعا این یه چیزی آخه اگر شما مثلا همون چند تا علنگو و دستبند و گردنبندی که شما توی اون خاک پیدا کردی به ما نشون نمیدادی میگفتیم شما به یه گنج بی نهایتی رسیدی که هر چیز رو میخوای میتونی بخری ولی آخه دیگه حالا لاقل اون نشون دادی دیگه انقدر نمیشه دیگه انقدر بزرگ نمیشه من یه نکتهی بگم و دیگه بسپرم خط داستانی و روند داستان رو به دوستان چون من زیاد در مورد میدونید زیاد صحبت نمیکنم یکی اینکه یه سری کات های زیادی خورد میدونید کات هایی که بعضی جاها بیمورد بود توی دیالوگی که اون خانم خورشید و آقای سیاوش توی اون کافی شاپه داشتن برقرار میکردن اون دیالوگ بینشون یه کات میخورد اون آقای آقای سیاوش داشت یه دیالوگی میگفت بعد سری کات به دو ثانیه نمیرسید به این خانم خورشید بعد اونم که همینجوری رو میز داشت اینجوری اینجوری میزد و یه موزیک بکراند رو داشت زمزمه میکرد خب دوباره به یکی دو ثانیه نشده دوباره کات میخورد به آقای سیاوش این ای هی ب... من دیگه چشم درد گرفته بود از بس اینجوری اینجوری کردم آقا اینقدر کات نزنید این. مثلا میخواستیم میگه خب چرا باید به پدر من میگفتی این قضیه رو دختره یا مثلا چرا باید به پدرت میگفتی خب اینو خیلی ساده ترم میتونستی بگی تو دو تا سکانس جداگانه راحت بگیری بعد توی همون همون بعد از همون اومدن دوباره رسیدن به شرکت آقای سامان چرا اینقدر دوباره کات میزنید اومد اولش نشست گفتش که اول تلفنش زنگ خورد داشت نمیدونم یه کاری میکرد بعد کات دوباره داشت سیم رو عوض میکرد دوباره کات دوباره جواب داد زنگ زد به اون یعنی زنگ زد به اون آقای سیاوش دوباره کات آقا چرا انقدر کات میزنین این دیگه سرمون درد گرفت اعتقادی به تو شات و لانگ نداره دیگه بدوینگر و با کارگردان یه برها... تدوینش افتضاح آره. نه دیدم اون کاتا انگار که مثلا استروب لایت روشنه که تخت, تخت 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 دیدم اونو خیلی هم تو ذوق میزنه یه لانگ میگرفتی صحبت میکردید که بلد این دیگه عبدی بشتم این طور در باره قطب شمال قسمت هفتم سلام عرض میکنم خدمت همتون مهدی نازگل پویا نازگل جان تولد مبارک اونجایی که داوود فرزاد حسن داشت با دخترش خورشید صحبت میکرد حالا جدا از بحث حریم شخصی اون چیزایی که این دختر مطرح کرد ببین اون مدل تهدید کردن دخترت این مدل مال فیلم ترکیه است وقتی حالا ازل و برداشتی می‌سازی. میسازی دقیقه این مدل تهدید کردن فیلم ترکیش تو ایران یه ذره جور در نمیاد هیچ کی معمولا این کارو نمیکنه من دوست پسر تو میگیرم سر سیاه میکنم بعد اون هم حالا دیگه به بقیه‌اش کاری ندارم بعد مثلا سالن هاکی کیه در واقع واسه این که چیزایی که مردم دوست دارن اینجور چیزایی که مثلا یه ذره چون کمتر دیده شده و اینا به نظر من بیشتر به خاطر مخاطبه بعد هر کی با یکی قرار بذاره همچین جایی که میدونی چه بلایی سر یارو تو آوردی تو دوخاش عکس زن... زن یارو چه میدونم عروسی یارو داری پس میداری زندگی یارو خراب میکنی وقتی با یارو معامله می‌کنی میری یه جایی حداقل به چهار نفر آدم میگه اونجوری پشت بندش ارزم به شما بعد که کشتنش یارو رو کردنش اون زیر خاک اینا خیلی راحت میتونن خیلی کارا بکنن بعد میگه خب نه به پلیس نگیم بهتره بعد نمیدم چی چی میخواد بشه بعد یا از اونجا کل اون باغ رو میبینن میاد میگه که این خاک اینجاش احساس میکنم شخم خورده چجوری جوری فهمید یه جوری بعد همونو بنزه یه مربع بود باز کردن یه قبل شد چسب زخم سامان صد بار اینجاست معلوم داره میشه هزار بار نشون میده نام هیچ نمیگه گردنت چی شده بعد کلا رو گذاشت بعد رفیم بهش نگفت چرا گردن این چی شده اگه الان نیستش اگه چی چیه بعد نازگل جان یک تا اون چیزا بودن تو ملکه گدایان دو تا خواهرا بودن اون اسمش برسام افسلی یا پارسا پارسا بود که اینجا هم آرشام یک بعد یه ذره این اسمایی که تو فیلم ها میذارین این اسم اگزاجر کلا برداری ها چیه؟ آقای مسعود اردلان آری نمیدونم چی این خب آدم همه که اینجوری نیستن شما نمیدونم من خودم یکی به اسم آرشام یک تا بیاد همون اول به شک می‌کنم. اسمش حالا ما بد میکنه احساس میکنم که کلاهی میخواد ازم برداره اومدی یکی بخواد اسم بچهش همون بذاره چه حسی بهش دست میده <تصفح> نه فامیلیاش بیشتر کلا برای فامیلی که هیچی نداره من خودم فامیلیم اعتماد صداقت اینا رو بذارشون بترسید یه ترسناک این فامیلیا <تصفح> بچه‌ها داشته باشه فردو زاده اینا. درباره اسماینا که حالا اسمی چیزی که میذارن مثلا دیگه نمیتونی یا میتونی اون اسمو دوست داشته باشی یا میتونی دوستش نداشته باشی یه سری هستن دوست ندارن من چند نفر میشناسم اسمشون دوست ندارم ولی یه سری هم دوست دارن یه سری هم دو اسمن حالا کاری نداریم ولی من منظورم این نبود من میگم یه ای سری از... از... این اسم این اسم مثلا این اسمارو چون آره است دو نمیبینی مثلا ن... آره دقیقاً آرشام یک کتاب مثلا یارو خالی داره میبنده اسم شد. مثلا یه چیز دیگه است اسمش حالا نمیتونیم اینجا بگیم ولی در کل بچه قبول دارین که داستان داستان قشنگیه ولی پردازشش پردازش خوبی نیست گفتم آره نه بفتن چیز... بفتن. آره آره گفتی ولی اینو اگر به نظر حالا میخوام اینو بهت بگم که گفتی میخوام اینو به بگم اگر اولش اقتباس نمیزد بی احترامی میشد به مثلا کتاب الکساندر دوما مثلا اثری نیست که بخواد فاخر بشه بره توی نتفلیکس و اچ بی او فلان این ور ور و بعد بزن نازگل رو بشتم این اقتباسه رو اگه ازش برمی داشتن قشنگتر نمیشد؟ ببین اختباسه رو حالا خودشون احتمالا فیلم کنن قری اثر فاخر بسازن دیگه و ف... بعد جایدن هم یه چیزی باب شده ما چون خیلی از منتقدا میان به در واقع روند داستانی گیر میدن وقتی میزنن اقتباس شده از یه کتابی خیلی ها بیشتر انگیزه میگیرن و فکر میکنن خب داستانه پس داستان بهتری این از زمان زخم کاری هم شروع شد بعد انتخاب اسمی هم که عبدی گفت ببین اصلا کلا انتخاب اسم برک... کاراکترهایی که دارن کار میکنن یه اه، سیستم مشخصی داره که باید اسم یه جوری باشه که تو یه جایی نسمه رو شنیدی، یه همزاد پنداری باشه، یه آشناییتی باهاش داری، به گوشت آشناس. مثلا یکی از کاره که آقای جیرانی در کاراش میکنه همیشه یک فامیلی فروزش در کاراش هست. برید رو نگاه کنید، فیلماشون نگاه کنید. مثلا فامیلی خاص در کاراش استفاده میکنه، خط امضای مشخص خودشو داره. تو صحنه که عبدی اشارک کرد، از اینکه حالا اون تهدیده، چقدر تهدیده تو خالیه برای همچین دهی که بچه هاشون رو اینجوری دارن بزرگ میکنن مسئله دوم اینه که شما وقتی میخوای یکی رو نشون بدی که داره تهدید میکنه تار نیست اون کسی که داره تهدید میشه واضح ببینیمش برعکس بعد بر دما دمانشون میدادی فرزاد فرزین در حال تهدید کردن کاملا تار شده بود اصلا ما نمیدیدیمش دختره مثلا نشسته و بت داشت نگاه میکنه ما واضح تو آینه داشتیم میدیدیمش یعنی مشکل تکنیکال فیلم برداری هم داریم باهاتون و زمانی که دختره جواب بابا شد بابا اصلا ما اصلا احتیاج نداشتیم خرد شدن بابا بهتر بود تار میدیدیم چی بود نما نشوندین قشنگ مشکل تکنیکال داریم باهاتون به غیر از این که این کارم نمیکنین اگر درصدی هوش قرار بود برای آرشام قائل بشیم که با یه چمدون علنگو به قول پویا که من هزار بار راجبش حرف زدم تو نقده که آخه اون یه چمدون به کجا واسو کاش به ما نشون نمیدادی توی اون قبری که کنده بودین چمدون رو در یه درصدی شهرداری بود اگه آره، درصدی در هوش میخواستیم براش قائل ببین توی ازل اینجوری بود که یارو هتل سازی میکرد و پوکر بازی میکرد داشت کار میکرد با پوله که زیاد شده بود ببین هوش میخواستی براش در نظر بگیری الان با اتفاقی که افتاد اولا که من نفهمیدم شما از ماشین پیاده شدی اون کتو چرا در ودی پرت کردی وسط خاک ترسیدیم ازت برادر چ... چی بود آخه چی... چرا واقعا شو خوش برای کی کشیدی بعد اه... بهترین موقعیت بود زنگ زدیم پلیس لوشون میدادیم فلان جنا... اول که پسره رو چرا تنها فرستادی یکی از این نکبت رو باش میفرستادی یه آدم دیگه تو که این همه ثروت داری دو تا بادیگارد رو یارو میفرستادی بره جلو در وایس مواظب اصلا خیلی یعنی هوشه رو کلا برد زیر سوال که نمیتونست اون چهار تا آلنگو رو تبدیل کنه به این چیزی که به قول پویا همه چی رو داره میخره یه جا هستش که سیاوش مرده بعد تو ماشین یک کلوزاپ از صورت فرزاد فرزین میگیره خب تو این کلوزاپ هم سعی میگیری که هسته اون رو نشون بدی من کلا موقعی که فرزاد فرزین ناراحته جاهایی که عصبانیه جایی که داره تهدید میکنه کلا همونه نه جاهایی که ناراحته یه بادی تو قبقبش داره اینجوری میشه یعنی تنها فرقش که من تو کل چیز میبینم همینه احساس سر همینم احساس میکنم که ضعیفه فرزاد حسنی نقش آدم عوضی رو واقعا قشنگ داره بازی میکنه به نظر من ولی کلا به نظر من بهتری کس که تو این سریال داره بازی میکنه نظر شخصی من شهرام نقشش همشون بهتره بهش هم میاد چیز اونم بد نیستا عباس جمشیدی فرم آره البته میدونی آفرین میدونی چرا چون معمولا نقش آدمای نقشای منفی رو بیشتر داره یه جورایی دیگه وقتی که الان فکر میکنم ازش هر... وقتی فکر الان ازش هرسم میگیره یعنی کارش درست انجام داده ولی کاپ بدترین بازیگر رو میدونی به کی میتونیم بدیم؟ امیر حسین فتحی. ببین من فرزاد فرضین توقع ندارم خوب بازی کنه ولی امیر حسین فتحی که دیگه الان ببینید دوستان امیر حسین فتحی چرا اون دفعه مهدی جان اشاره کردن گفتن که شهاب حسینی رفته گوزن‌ها رو دیده تا ازش اقتباسی بکنه برای بازیگری خودش. آقای امیر حسین فتحی شما هم برو شهاب حسینی رو اقتباس بگیر ازش در زمینه مستی این چه تلو تلو خوردن مستی ناجوریه که اینجوری اینجوری موقع آهنگ خوندن این, این کارو کار میکنی خب تو هم برو از حسینی توی شهرزاد چقدر سپرستار آفرین چقدر شعب حسینی و سپرستار این حالت, حالت گیجی رو خوب اجرا کرد شما هم برو یاد بگیر در موردش بعد حالا کار ندارم بعد برگردم به لوکیشن ها من یه مقداری چون به واسطه اینکه کارم معماریه تو لوکیشن ها و اینا بحث داشتم راجبش من هر وقت این لوکیشن خونه آقای سامان و چیز می میبینم چرا همش یاد تبلیغات وینتک و نمیدونم اسپره شیشه پاکن و اینا میفتم یعنی دقیقا لوکیشن یعنی همونجاست دیگه دقیقاً چون لوکیشن همونجاست آره دقیقا لوکیشن ساخت تبلیغات همون جوری که آسایشگاهی که رفتین توی سریال اکتور دیدین رفتن اجاره کردن دوباره گفتن بیا اینجا دیگه خانم ارغوانم در حال تبلیغ هست دیگه همشون برگاره داره پاک میکنه <تصفح> همشون برگاره تمیز <تصفح> میکنه آفرین من همش منتظر اینم بعد آخه شما ببینین ما یه خونه ای داریم یه کسی هستش میره خونه ای رو میخره و اون خونه هه. مثلا سبکش نیوکلاسیکه خب نیو کلاسیک یعنی که مثلا کابینت فلان یه حالت کلاسیک نیوی داره و اینا بعد ولی حالا تو دیگه مجبوری اگر دوست داری که مبلمان تو مینیمال بچینی مبلمان رو مینیمال میچینی ولی این دیگه خونه خودت که نیستش که این یه لوکیشن فیلم برداریه شما این ورش نیو کلاسیک کابینت ها اون ورش این شکلی بعد چرا انقدر محیطا آرومه چرا برعکس نیست ما همیشه دوست داشتیم که ببینیم که اونایی که آدم بده داستان هستن توی محیط های به قول معروف پرتمتراغ نمیدونم کلاسیک های سنگین و فلان و اینا باشن و اونایی که حالا چیزا یه مقدار این و انگار برعکس شده و رنگا هم انگار برعکس شده اونجا زرشکی و رنگای تند واسه آدم خوبه رنگای روشن و نمیدونم چیز واسه آدم بده اینا یه سر عجیب غریب لوکیشن هم واسه من در نمیاد من من یه سوال دارم مگه این سر تا سری نبرید گردنش حالا چرا شارگش نخورد که اصلا هیچ میگیم آروم زده اصلا با کاتر شما بزنی باز بود. میکنه کاتر باز میکنه ده جالبه که ما دیروز در انتهای شب یه خط انداخ یارو اونجوری به خونریزی افتاد مرد این یه خط با جفتشون با کاتر نکو. بود این یه خط با نه دیگه بابا در شب دیگه همه دیدن دیگه یه خط انداخ انقدر سر تا سر بعد یه دونه چسب یعنی یه پانسمان انقدی گذاشته بودن رو گردنش خب بعد فکشو. هزار بار هم نشون دادن پانسمانو آره نشون داد هی دیگه یه زومی که آخر سر هم یه خطی گفت گردن چی شده گفتش که دنا فلان حالا به اون بسته چی گفت هیچ دستش... کی نگفت چرا فرزاد فرشام بهش گفت آرشین پرسید که گردن آشان... آخرش گفت نه مازون زن نشو اینا دستش که روی اون شیشه میزد و اینکه بعد نمیدونم حالا به دمتون گرم فقط یه چیزی که من لذت بردم با این سریال بچه ما قبلا این سریال تعریف کردیم ولی در قامت خودش گفتیم به عده ای از مردم هستن چقدر من اینو میخوام میگم چقدر از مردم ما متاسفانه به خاطر وضعیت اقتصادی و مشکلاتی که وجود داره چشم سیری ندارن و این سریال ها براشون چشم نوازه میشینن نگاه میکنن لذت میبرن بنزو میبینن و خونه ها رو میبینن و اوکی و بازیگرا رو میبینن و اگر این بازیگرا رو هم روزی از نزدیک ببینن کلی حال میکنن درود بر فنهای فرزاد فرزین که انقدر پیگیرن که مثلا نمیشه از بهترین بازی های تاریخ سینمای ایران من یه جا خوندم. واقعا فرزاد فرزین یه نکته که خیلی جالب بود این که یه تیم آقای حاج... بهروز من شما میکنم. آره نه به Uh, یه دو تا تیم هاکی دیدیم یه دو تا تیم هاکی دیدیم. دیدیم شما گفتی دیگه اینا آره دیگه نه دو تا تیم هاکی دیدیم از بانوان که من دیدم ا دمشون بانوان ما حداقل زیر این همه مسائل این هاکی رو هم دارن تمرین میکنن اینا برای من قشنگ بود اینا برای من قشنگ سریال... میدونم ولی یه مقداری برای جامعه امروز ایران یه ذره سنگینه پذیرفتن این همه زندگی تجملاتی توی این چیز میدونین بعضی از آدم ها که یه مقداری شاید براشون در نیاد این قضیه که یه سری آدم انقدر دارن مرفه زندگی میکنن و خودشون دارن توی یه قشر خاص دیگه ای دارن زندگی میکنن ببین این توی و اینم اینم هست نشون دارم و اینقدر بولد کردنش برای من یه ذره مناسب نیست اونم با, آدم اونم با خوبه مردم اونم. ما اونم با مردم ما که انقدر زیاد در دنیا این اتفاق هست که فضای مجازی انقدر زیاده ولی انقدر دارن آرزو فروشی میکنن به مردم در دنیای مجازی و هی دارن تو چششون میکنن این زندگی تجملاتی رو که اینجوری بلد. میشه که همین چیزی که تو تلگرام الان باب شده که همه دارن میگن بابا ورش کنین چیزی ولی آدما عکس میذارن با پنجاه تا گوشی من دیگه کانتکتی تو گوشیم نبود که تو این دو روزه جوین نشده باشه به تلگرام بعد مثلا مدت ها به خاطر که همه دنبال همین یه هوی ثروت گندن و فکر کن بهش نمیرسن بعد اون وقت چه در واقع طبعاتی پشت سرش داره تو این جامعه اقتصادی وحشتناک بچه ها اگر در خارج از کشور یا همین ترکیه پستری مثل پستر قطب شمال رو ببینید قطعا یک سریال خفن پشتشه عین پستر قطعا یه سریالیه که برگتون میریزه اون سریال رو ببینید بله آره دقیقا آره مثل سریال فی مثلا خیلی از سرا... سریال های دیگه ولی متاسفانه نداریم بچه مرسی که بودین ما بزنیم ببینیم مردم زیر این کامنت اینجا هر دل تنگت میخواهد بگو و ببینیم که چه جوریه ولی بله سریال در قامت خودش برای یک قشری از جامعه که دوست دارن این پول پولا رو ببینن و نظر من خوبه دمشکم و باعث بزرگتر شدن امثال آدمای مثل امیر حسین و خیلی های دیگه میشن با احترام به خیلی بازیگر جز استاد امیر دژاکان که حتی انقدر متد بازیگری در وجودش نیست و با جسارت تمام تعلیم میده اینو من از طرف خودم میگم نه از طرف بچه ها که آقا وقتی بلد نیستی تو رو خدا دیگه گن نزن ببین من خیلی برام جالب بود که آقای به قول شما دوست شما هم هست آقای دجاکام اومد به اون واکره بیرون همینجوری سلانه سلانه بعد یهو یه ها گفت کی اینجاست فلان رو واکر رو پرد کرد این هرکول پرید وسط راه رفت و نزدیک بود یکی دو نفرم بزنه آخه بابا اگه اون باکره هست دیگه بدون اون نمیتونی راه بری پس چجوری اومدی اون بسته دوست آقای دوست دوست نازگل هست آقای بگو منو چرا هادی کیو بلند کرد رو آره بابا ما آقای رادو داشتیم بعد یه ماه از کوه بلند شد هرکول آره دل آره یادم آره و مهدی جان میخواستم بهتون بگم راه دور نده سینی هم همین کارو کرد تو حالا دو سه روز فرشته. تو کما بود ولی اون یه ماه تو کما بود اصلا امیدی به برگشتش نبود و میخوام بگم که آقای مجید واشوانی هم بچه ها تو گروه مسدک کما با حالا برای ما فرستادن که کلاس بازیگری گذاشتن و میخوام بگم یه چیزی شده همه دوستان دارن کلاس بازیگری میذارن مرسی متشکرم. همین. هیچ حرفی ندارم مرسی عدی پویا مثل پایان باز <تصالت> آره پایان باز مرسی نازگور متشکرم خدا نگهدار.